تقریبا یک روز اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردای امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنم. به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم. از همین جا اعلام میکنم، همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش که تو هرچی دلت میخواد به من بگی، بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اجهید برای خودش کرده میاد تو تلویزیون علیکی به مردم اتهام میزنه. آقای اجهید برای خیلی سوالا رو جواب بده. امیدوارم روزی برسه در جمهوری اسلامی دیگه ظلمی وجود نداشته باشه. ان شاء الله. ولی خیلی التماس می‌کردم. به زور می‌بردن سرم بزنه من قبول نمی‌کردم. مثلا فیلم دیگه خیلی زور آوردن. هم یا آزادی یا مرگ. واقعا باش باش. من حالا دوستان زحمت کشیدن و من به عیالم من هزار تومن حالی نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. میدونیم کجا آتون میسوزه. من میتونیم که زودی هم سر نگونیم انشاءالله. خدا شاهده به امام زمان توسل کنید قدرتتون 10 برابر میشه. هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. امروز آقای موسوی تو جلسه بود، بپرسید پاسپورتو شستن گذاشتنش کنار. فقط باید به امام زمان توسل کنید. ما هیچی نداریم. خواهش میکنم برید تو زندانهای ما ببینید چه خبره. من شخصی در سلولمون بود، بذارید بگم، بدبخت 13 ماه بدونه بازجویی انداخته بودنش، به خانواده‌اش هم زنگ نزد. اسمش نمیدونم. 13 ماه در اتاق ما بودیم. بدبخت یه بچه هم داشت، کارمند یه بانک چیزی بود، هواپیمایی بود. بیچاره تلفن هم بهش نمیدادن بزنه. اصلا آقایشون جنایتکار. خب یه محاکمش کن، اعدامش کن، تمومش کن، بره دیگه. دیوانه شده بود، اصلا اخلال حواس پیدا کرده بود. یعنی چی؟ برای چی؟ بعد به یارو میگه آقا این کاری که تو میگی خلاف قانونه. میگه نظر منه، نظرمه. مگه مملکت قانون نداره؟ انقلاب کردیم برای این چیزا. جوونامون توی زندانها خون دادن، زمان شاه خون دادن، انقلاب خون دادن، که یه عده فاسد مثل اینا بیان سر کار. بعد یه آقایی خودش برگشت همین بازپرس، آقای قاسمزاده به من گفت 60 میلیارد تومان آقای حسین فریدون پول گرفته، یه شخصی رو گذاشته هیئت مدیره بانک ملت و میخوایم به زودی احضارش کنیم. بعد از من تو زندان شنیدم گرفتنش. این جمله این آقاست. یه روزم این جمله خودش گفت، برگشت گفت 60 میلیارد گرفته این کارو کرده. آقای حسین فریدون کجاست؟ یه شب آزاد بهش گفتم تو بگرد در مجموعه احمدی نژاد، یه ریال پیدا کردی محاکمه نکن، بزن تو تمام سایت ها، بزن در تمام رسانه ها. شما ما رو نمیخواید محاکمه کنید، هر خلافی دارید منتشر کنید مستند. ولی پاش وایسید. آقای اژه‌ای میگه بقایی برگشته گفته که من نمیخوام برم عمومی. من که همچه حرفی زدم. چرا دروغ میگی؟ دروغ میگه آقای اژه‌ای. مثل همون زمان که تو وزارت اطلاعات دروغ میگفت اینجا هم دروغ گفته. من که همچه حرفی زدم؟ نشون بده بیاره. آقا برداره بیاره. یه نفر تو بند ما بود یا 12 ماه بازداشت با خانواده یه بارم تلفنی تماس نگرفت. بعد این آقا توی آژانس کار میکرد، بهش اتهام چقدی بسته بودن؟ 5 میلیون. خب با بگیر اعدامش کن. میگو یه دختر دارن، 1.5 سال دختر رو ندیدن. یکی دیگه بود دخترش به دنیا اومده بود، 4 ماهش بود ندیده بودش. من پیش اونا پادشاه. بعد من اعتصاب قضا میکردم، میگفتم آقای بقایی خوش به حالت، ما نمیدونیم بلا. من چیز رو تاییدی میگم بکنید این کارو داشته باشید اینو. یا آقای دیگر هم آوردن 21 میلیارد رشوه گرفته بود،
بعدن قصهش تعریف خواهم کرد. روز بعد آزاد شد رفت. آقای بقایی حالا این سلولش از سویت های هتل های تهران بهتر بود یا چیزی؟